سلام، شبتون بخیر. به دوشنبه های صمیمی امشب خیلی خوش اومدین. من بهار محمد نیا هستم، روانشناس بالینی و میزبان شما در این برنامه. امشب هم بار دیگه افتخار دارم که در خدمت آقای دکتر سید علی قاسمی، دکترای روانشناسی تربیتی و واقعیت درمانگر باشم تا با ایشون در مورد جنگ قدرت در خانه و بین همسران صحبت بکنیم. سلام های دکتر، شبتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما و همه بینندگانی که این وقت شب وقتشون رو به ما دادن بخیر. خیلی خوش اومدید، باعث افتخار ما هستش حضور شما توی برنامه ما. قربون شما. خب آقای دکتر، قراره که امشب در مورد جنگ قدرت حرف بزنیم و اینکه چه اتفاقی میفته که جنگ قدرت تو خونه ایجاد میشه و بعد ما باید چیکار بکنیم که این جنگ قدرت سریعتر خاتمه پیدا بکنه و در واقع کش پیدا نکنه تا اینکه یک مسائل عمیق‌تر و مهمتری تولید بشه. دقیقاً. خب به عنوان مقدمه آقای دکتر، دوست داریم که توضیحی برای ما بدین. خب ببینید، جنگ قدرت من فکر میکنم آشناترین واژه ناآشنا بین زوجینه. درسته. چرا میگم ناآشنا؟ چون خیلی از زوجین وقتی وسط جنگ قدرتن باور نمیکنن که این یک جنگ است برای قدرت. درسته. خودشون فکر میکنن تلاشی است برای اصلاح. پس اگر بهشون بگی که شما وسط جنگ قدرتی، میگه نه. درست. من دارم تلاش میکنم او را هدایت کنم به راه راست، یعنی اون راهی که خودم میفهمم درسته. درسته. واسه همون میگم ناآشنا. اما آشناترینه، چون رایجترینه، چون با بیشترین فراوانی اتفاق میفته. شاید کمتر رابطه زوجینی رو ما ببینیم که توش جنگ قدرت اتفاق نمیفته و متاسفانه این پدیده نه تنها تو خانواده ها که توی جامعه امروز خیلی رایجه و به شکل‌های مختلف داره اتفاق میفته. اما ما معمولا هیچگاه آموزش ندیدیم که این جنگ ها رو اصلا چگونه پیشگیری کنیم ازش که جنگ راه نیفته، یا اگرم جنگی راه افتاد خیلی طولانی نشه، بتونیم سریع قطعنامه صادر بکنیم و به یه آتش‌بسی برسیم. اصلا آقای دکتر، خیلی وقتا همونطور که شما گفتین تعجب میکنن وقتی که ما مثلا بهشون میگیم جنگ قدرت وجود داره تو خانواده. این فکر میکنن که یه چیز خیلی دور از ماه، انگار متعلق به ما نیست، متعلق به یه کس دیگه، یه جای دیگه دنیا ممکنه وجود داشته باشه همچین چیزی. آره، میدونید چرا؟ چون واژه قدرت برای خیلی از ماها بار منفی داره و ما تلاش میکنیم این اتهام رو یه جوری از خودمون دور کنیم که ما قدرت طلبیم. درسته. دنبال قدرتیم. واسه همون خیلی موقع وقتی با آدم ها میگیم که این تلاش هایی که تو داری میکنی برای قدرته، میگه نه من آدم قدرت طلبی هم نیستم. ولی وقتی میخواد توضیح بده میگه به خاطر خودشه، به خاطر زندگیمونه، به خاطر اینکه صلاحش رو میدونم. آیا دکتر نیاز به قدرت نیاز طبیعی ما هستش؟ طبیعی اگر به معنای ژنتیکی بودن بگیرید، بله، تمام انسان ها نیاز به قدرت دارن. به چه معنا؟ به این معنا که همه ما میخواهیم توانمند باشیم، همه ما میخواهیم دیده بشیم، پیشرفت کنیم، زندگی تحت کنترلمون باشه، خارج از کنترل ما نباشه. اما یادمون باشه این نیازی که تو ژن ما هست فی نفس عیب و اشکالی نداره. راه ارضاء نیاز هاست که میتونه غیر اخلاقی یا مشکل ساز باشه. و ما معمولا چون برای ارضاء نیاز به قدرتمون آموزش ندیدیم، اصطلاحاً به قول انگلیسی ها پاور اوور میکنیم، یعنی این زور رو روی دیگران میخوایم پیاده کنیم. درست. ببینید اساساً ارضاء نیاز به قدرت سه راه اساسی داره که یک راهش مذمومه و دو راهش ممدوحه، پسندیده است، خوبه. درسته. اون راهی که مذموم و بد پاور اووره، یعنی شما از زوری که داری، زور کلامی، زور مالی، زور فیزیکیت، بر علیه دیگری استفاده بکنی، دیگری رو مجبور به انجام کاری بکنی که خودش نمیخواد، این میشه پاور اوور. درست. وقتی من سر همسرم داد میزنم، قهر میکنم، جوابشو نمیدم، محرومش میکنم،
درسته. اون میشه پاور اوور. بله. زورگویی. درسته. سلطه طلبی. این راه است که اشکال داره، وگرنه من میتونم نیاز به قدرتم رو خیلی قشنگ ارضا بکنم. درست. چجوری؟ یه شکلش اصطلاحا ما بهش میگیم power within، یعنی قدرت درونی. یعنی من میتونم با یادگیری، با کسب علم، با تقویت عزت نفسم، با کسب اعتماد به نفس از درون قدرتمند بشم. درسته. یعنی قدرتم از درون انقدر افزایش پیدا بکنه که احساس غنا بکنم، احساس کنم از درون من کمبودی ندارم. این میشه قدرت درونی. تمام آدم‌های بزرگ اثرگذار تو تاریخ قدرت درونی داشتن، آدم‌هایی که اثر مثبت گذاشتن توی تاریخ. درسته. خب وقتی که من قدرت درونی کسب کردم، از درون خودم رو تقویت کردم، حالا میتونم آنچه را که دارم با دیگران به اشتراک بذارم. ما به این میگیم power with. اگر چیزی بلدم با دیگران به اشتراک بذارم، اگر مهارتی بلدم به دیگران یاد بدم، اگر تمکن مالی دارم انفاق کنم و به دیگران کمک کنم. درست. اگه مثلا سیل میاد توی خوزستان، برم و به اونها کمک کنم اگر امکان و فرصت و توانی دارم. درست. اونجایی که ما قدرتمون رو در خدمت دیگران مورد استفاده قرار میدیم میشه پاور ویت، که قدرت درونی و قدرتی که با دیگران به اشتراک گذاشته میشه، اینها راه‌های قشنگ ارضای نیاز به قدرت هست. درست. آی دکتر، این نیاز به قدرت توی آدم‌ها کم و زیاد داره؟ یعنی مثلا ممکنه من نیاز به قدرتم زیادتر باشه، مثلا مال شما کمتر، یا همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه؟ حتما حتما. ببینید، نیازها ژنتیکی هست و وقتی ما میگیم نیازها ژنتیکی هست، بهترین تمثیلش ظرفه. شما یک ظرف رو در نظر بگیرید، یک حجم مشخصی داره. درسته؟ بله. ما ظرف هامون به لحاظ ژنتیکی با هم متفاوته، همونجوری که قدمون فرق میکنه. متوجه شدم. اگر میخوایم بهتر بفهمیم، پنج انگشت رو نگاه کنید. ما پنج تا نیاز ژنتیکی داریم. این پنج انگشت هیچ کدوم قدشون اندازه هم نیست. درست. نیازهای یک فرد الزاماً همشون یه اندازه نیست. دو، نیازهای آدمها الزاماً یک اندازه نیست. و اتفاقا یکی از عواملی که میتونه جنگ قدرت رو تشدید کنه توی زوجین، همین قصه نیاز به قدرته. متوجه؟ اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که یعنی اگر نیاز یک زن و شوهر با هم متفاوت باشه، یکی نیازش زیاد باشه اون یکی کم، یا هر جفت بالا باشه، جنگ قدرت ممکنه بیشتر اتفاق بیفته؟ ببینید، جنگ قدرت بیشتر تو زوجین اتفاق میفته که جفتشون هم نیاز به قدرتاشون بالاست. درست. ما یه اصطلاحی داریم توی واقعیت درمانی که حالا تخصصمه، ما میگیم قدرتمندان جذب قدرتمندان میشوند. یعنی آدمایی که نیاز به قدرتشون ژنتیکی بالاست، چون قدرت براشون موضوع جذابیه، وقتی میخواد همسر انتخاب کنه، وقتی میخواد توجه کنه، به کسایی توجه میکنه که آدمایی هستند که سرشون به تنشون میارزه، خوب حرف میزنن، قدرت مدیریت خوبی دارن، تو اجتماع نقش خوبی ایفا میکنن، بعد جذب اون میشه. مثلا فرض کنید من یه پسریم، فرض کنید 27-28 ساله، توی محیطی دارم کار میکنم، خب اونجا خانمایی هم کار میکنن، خب یکی از احتمالاتی هم که وجود داره اینه که همسر آینده ما از محیط کارم انتخاب کنم دیگه. درسته. تو محیط کار جذب چه کسانی ممکنه بشم؟ کسایی که خیلی توان مدیریتی دارن، خوب میتونن روابطشون با دیگران مدیریت بکنن، حرفی برای گفتن دارن. درست؟ جذب اون آدم میشم، خوشم میاد، این چقدر خوبه. منتها یه مشکلی وجود داره، قدرتمندان جذب قدرتمندان میشن، اما با قدرتمندان نمیتونن کنار بیان. یعنی مثلا دو تا پادشاه در یک اقلیم نگنجند. آره، میان جذب این خانوم میشن، باهاش ازدواج میکنم، ولی انتظاری دارم که این خانوم وقتی میاد توی خونه دیگه اون قدرت نباشه، با کفشاش در بیاره بذاره پشت در، که همچین چیز غیر ممکن نمیشه، چون ژنتیکه. و چون ما در مورد ارضای نیاز به قدرت آموزش ندیدیم، زمانی که دختر و پسری میان زیر یک سقف، جفتشون نیاز به قدرتاشون بالاست، محتمل ترین اتفاقی که این وسط میفته جنگ قدرته. درست. هر کدوم میخوان سلطه خودشون رو زودتر
آره تو کل زندگی گسترش بدن. گربه رو دم حجله زودتر بکشن. آباریکالله. منتها طرف مقابلم بیکار نمیشینه. نمیشینه. و یکی از عوامل زمین ساز جنگ قدرت این نیازهای بالای قدرته. زوج اینی که نیازه به قدرتشون جفتشون پایین باشه میشن آدم های بیازار، خیلی راحت با خیلی راحت با همه چیز کنار میان، خیلی ملوان اصطلاح. اگر یکیشون نیاز به قدرتش بالا باشه اون یکی پایین باشه، معمولا اونی که نیاز به قدرتش پایینه حداقل تا میانه زندگی به نفع اونی که نیاز به قدرتش بالاست کوتاه میاد. یا اصلا هرچی شما میگی، هرچی تو تصمیم میگیری، من مشکلی ندارم. ولی خب اینم اشکال داره دیگه، تو طولانی مدت اینا که نیاز به قدرتشون زیاد سرکوب میشه بعدن اعتماد به نفس، آره، یا افسردگی میکنن یا وسواسگری میکنن یا طغیان میکنن، متوجهید؟ اما یکی از اون زمینه سازها جایی است که زن و شوهر جفتشونم نیاز به قدرت های بالا دارن. این یکی از اون عوامل زمینه ساز جنگ قدرت. درسته. میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ به اینکه توی مشاوره پیش از ازدواج یکی از چیزهایی که ما خیلی روش تاکید میکنیم اینه که مشابه ها بهتره با هم ازدواج کنن. یعنی میگیم برونگرا با برونگرا ازدواج کنه زندگی بهتری داره، درونگرا با درونگرا. این مسئله رو اینجا چطوری میتونیم حلش بکنیم در مورد نیاز به قدرت؟ نه، در مورد نیاز به قدرت ببینید حکم مطلق هیچ وقت نمیتونیم بدیم. نمیتونیم بگیم مشابه ها با هم ازدواج نکنن، نمیتونیم بگیم حتما اگه غیر مشابه ازدواج بکنن موفق ترن. درسته. خب یا حتما مشکل پیدا میکنن. در مورد نیاز به قدرت پختگی و رسش عقلانی عاطفی آدم ها تعیین کننده است. ما همیشه میگیم تو مشاوره پیش از ازدواج که با اگر کسی نیاز به قدرتش بالاست نگاه کنید ببینید سابقش چیه، چشم اندازش چیه. درست. یعنی ببینید مثلا اگر شما دختر خانمی هستید که میخواید با یه آقا پسری ازدواج بکنید که نیاز به قدرتش بالاست، ببینید سابقش چیه، تو حوزه کاریش تا الان به کجا رسیده، چقدر موفقیت های اجتماعی اقتصادی داشته، چقدر رو پای خودشه، چه شغلی الان داره و تو چه شغلش چه چشم‌اندازی داره. درست. من اکیداً همیشه به دخترها توصیه میکنم از پسرهایی که نیاز به قدرتشون بالاست اما تو شغلشون و تو حوزه اجتماعی پیشرفت نداشتن فرار کنید، چون اینها دیکتاتورهای خانگی میشن. تو اجتماع نمیتونه نیاز به قدرتش رو تأمین بکنه، شب که میاد خونه این نیاز به قدرتم باید ارضا بشه دیگه. بله. کی بهتر از زن و بچه؟ درسته. که میشه دیکتاتورهای خانگی. واسه همون چه دختر چه پسر ما باید نگاه کنیم ببینیم اینها سابقه اجتماعیشون، تحصیلیشون، اقتصادیشون چی بوده، چقدر موفقیت کسب کردن، چقدر دستاورد داشتن، الان کجا هن، تو چه شغلی هن، تو چه پوزیشنی هن و چه چشم‌اندازی برای خودشون ترسیم کردن. اگر زن و شوهری نیاز به قدرتشون بالا باشه اما جفتشون تو حوزه اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی، اقتصادی کارهای ارزشمندی برای انجام دادن داشته باشن، پروژه‌های خوبی برای انجام دادن داشته باشن، وقتی که میرن تو اجتماع نیاز به قدرتاشون خوب تأمین میشه، خدمت میکنن، دیده میشن، احساس ارزشمندی میشن، اصطلاحا شب که میان خونه دیگه برای نیاز به عشق میان کنار هم دیگه. درست. دوباره نمیان که قدرتشون رو با همسرشون بخوان تأمین بکنن، میاد که نیاز به عشقش رو توی خونه تأمین بکنن. متوجه شدم. خب آقای دکتر اگه موافق باشین یه میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم و در مورد جنگ قدرت توی خونه یه ذره مفصل تر حرف بزنیم. در خدمت شما. یه میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم. خیلی خوش اومدیم به بخش دوم برنامه و توی این بخش میخوایم از آقای دکتر بپرسیم که آقای دکتر علت ایجاد جنگ قدرت توی خونه چی هستش؟ چرا جنگ قدرت ایجاد میشه؟ ببینید همونجوری که عرض کردم زمینه ساز جنگ قدرت میتونه ژنتیکی باشه اما این علت تامه نیست. ببینید جنگ قدرت اونجایی شروع میشه که ما قدرت مذاکرمون پایینه. اگه دقت کرده باشید ما هر وقت میخوایم حرفهای جدی با هم دیگه بزنیم زود ناراحت میشیم، صدامون میره بالا، بهمون برمخوره. اصطلاحا ببینید هر چقدر حرف جدی تر باشه و اختلاف نظر بیشتر باشه ما زودتر داد میزنیم.
اما هر وقت میخوایم با هم در مورد مسائل بی ارزشی که واقعا تو زندگیمون هیچ ارزش خاصی هم نداره، در مورد مثلا یه فوتبالی صحبت کنیم، در مورد مثلا یه اتفاق خندداری صحبت کنیم، در مورد یه چیزی که خیلی جدی هم نیست صحبت کنیم، معمولا خیلی راحت صحبت میکنیم، میتونیم با همدیگه بهتر تعامل بکنیم. تا موضوعات جدی میشه و توش اختلاف نظر پیدا میکنیم صدامون میره بالا دیگه، انگار مذاکره خیلی این وسط نقشی نداره. میخوایم اون خلأ استدلال هامون رو با فریاد پر کنیم اصطلاحا. درسته. خب؟ بله. وقتی که ما قدرت مذاکرمون ضعیفه و بلد نیستیم با هم مذاکره بکنیم، طبیعتا بیشتر به هم حمله میکنیم. درست شد؟ حمله موجب دلسردی میشه اصطلاحا. اینایی که انگلیسیش رو میگم به خاطر اینه که دقیق تر بفهمیم چی میگیم، چون متاسفانه این موقعی ترجمه ها اینقدر متفاوت که آدم دقیقا نمیدونه در مورد چی داره صحبت میکنه. دلسردی معادل دیسکوریجه، یعنی اونجایی که آدم ها دیگه اون انرژی درونیشون انگار کم کم داره کم میشه. بله. وقتی که ما هی به هم حمله میکنیم، حمله لفظی میکنیم، همدیگر رو تحقیر میکنیم، داد و بیداد میکنیم، درسته که اون لحظه داریم میجنگیم، ولی جفتمون داریم نسبت به هم دل سرد میشیم. درسته. درست شد؟ بله. حالا هر قدر دل سردی بیشتر بشه، انگیزه مذاکره دوباره کم میشه. و دوباره این چرخه معیوب دل سردی و جنگ قدرت هی ادامه پیدا میکنه. هی ادامه پیدا میکنه. یادمون باشه دلسردی ریشه بسیاری از بدرفتاری ها و مشکلات روانشناختی است. یعنی آدم ها اگر انکوریج اصطلاحاً باشن، دلگرم باشن، تشویق بشن، هیچ وقت دچار افسردگی و وسواس و فوبیا و حملات وحشت زدگی و بدرفتاری ها و پرخاشگری نمیشن. درست. درست شد. پس ما با هر حمله‌ای که به همدیگه میکنیم داریم همدیگه رو دل سرد میکنیم. درست. وقتی دل سرد شدیم، حالا راحت تر میتونیم دوباره به طرف مقابلمون حمله کنیم. درست شد. وقتی که ما دل سرد میشیم و جنگ قدرت بینمون هست، پرخاشگری هست، کم کم از جنگ قدرت به سمت خصومت و حتی انتقام کشیده میشیم. درست. یعنی هر کی چقدر این چرخه میچرخه، ما فقط دیگه تو جنگ قدرت نمیستیم. درست. کم کم موزمون اصطلاحاً از خشم و پرخاشگری میره به سمت خصومت. خصومت فرقش با خشم و پرخاشگری چیه؟ ببینید، خشم یک هیجانه، پرخاشگری یک رفتاره. درست. اما خصومت یک نگرشه. درسته. و نسبت به خشم و پرخاشگری پایدارتره. درست. اشکال کار اینجاست، وقتی بین زن و شوهرها جنگ قدرت هی تکرار میشه و تداوم پیدا میکنه، زن و شوهرها نسبت به همدیگه حالت خصومت پیدا میکنن. اصطلاح عامیانش اینه که کم کم از هم به دل میگیرن. درسته. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ نگاهشون به همدیگه منفیه. آفرین. حالا میدونید چه اتفاقی میفته؟ طرف مقابل هر رفتاری میکنه، من با اون دید خصومت آمیز بهش نگاه میکنم. یعنی یه فیلتری گوشم جلوی چشام از اون فیلتر منفی نگاه میکنم، دیگه دوستانه نیست. یعنی حتی به من پیشنهاد میده فلان لباس رو بپوش، احساس میکنم که یه خصومتی توش هست، چون ادراک ما تغییر میکنه. اگر مثلا حتی فرض بفرمایید که توی یه مهمونی موضوع خندداری داره میگه، من گوشام تیز میشه که نکنه تو جمع میخواد منو مسخره کنه. شاید در مورد منه. آره، یه جوری داره به من کنایه میزنه. حتی ممکنه بعدم بیاد میگم منظورت امشب من بودم اینا رو میگفتی؟ میگه نه، من با تو چی کار دارم؟ میگه نه دیگه، اونجوری گفتی، من اون روز رفتم اونجا، من بودم دیگه. میگه برو بابا، تو هم دلت خوشه ها. بعد دوباره دعوا شروع میشه. درسته. و متاسفانه وقتی که خصومت بین زن و شوهرها ایجاد شد، حالاها دیگه بین نمیره، چون اعتمادم از بین رفته تقریبا. ببینید، اعتماد از بین میره، احترام از بین میره، صمیمیت از بین میره، و مسائل دیگه آخه پشت سرش هست. روابط زن و شوهرشون تخریب میشه و و و تا اینکه کم کم رو تعهد تاثیر میذاره و تعهد تو خانواده میاد پایین. من نسبت به کسی که نسبت بهش خصومت دارم، افکاریم میاد تو ذهنم مبنی بر انتقام گرفتن ازش،
که عامیانش اینه که یه جوری حالش رو بگیرم، درسته، ادبش کنم، اون وقت من متعهد میمونم؟ قطعا نه. شاید اصلا بخواین خیانت کنید که انتقام بگیرید. دقیقا همین اتفاق میفته. یک بخش از خیانت هایی که اتفاق میفته به قول ما ریونجه. ریونج یعنی انتقام گیریه. خب انتقام تو چه فضایی ایجاد شده؟ فضای خصومت. من اگر با یه نفر یه بار مشکل پیدا بکنم که نمیرم ازش انتقام بگیرم، یه بار عصبانی میشم، نهایتاً داد و بیدادی میکنیم، تموم میشه. ولی اگه این هر روز داره اتفاق میفته، بعدی قصه اینه که ما از جنگ قدرت سوق پیدا میکنیم به سمت خصومت و انتقام گیری. درسته، دقت بکنید. و اینه که کم کم پایه های زندگی مشترک رو سست میکنه. درست. و بدتر از اون اینه، وقتی که فضای خصومت آمیز حاکم شد، شما اگر جنگ قدرت و پرخاشگری و رفتارهای کنترلگرانه رو قطع هم بکنید از تون زندگی، خصومت زمان میبره تا دوباره درست شه. درسته. چون اساسا شما میدونید دیگه، نگرش ها پایدارند. بله. و نه به این زودی ایجاد میشن، نه به این زودی از بین میره. از بین میرن. واسه همون همیشه ما توصیه میکنیم به زوجین که مراقب جنگ قدرت هاشون باشن و نذارن جنگ قدرت طولانی بشه، کشدار بشه. درسته. چون درسته که مثلا وقتی من با همسرم دعوا میکنم، داد و بیداد میکنیم، دوتا من میگم دوتا اون میگه، جرأتم که ندارم برم طلاقش بدم، سکه الان حساب کنی چقدره. درست شد؟ بله. پس گزینه طلاق فعلا منتفیه. درسته. پس یکی من میگم، یکی اون میگه، این وسط کم کم فقط دارم من تو ذهنم اون آدم رو دور میکنم، خصومت میره بالا و متاسفانه انتقام ها رو هم گذاشتم برای بعدن. آره، انتقام ها حالا باید ببینم چه جوری میتونم ازش انتقام بگیرم. درست شد؟ مستقیم که نمیتونم کاریش بکنم، سکم که گرونه، پس نمیتونم پسش بدم، نمیتونم، نگرش دارم. حالا باید ببینم این وسط چه جوری میتونم این خصومتم رو مدیریت بکنم. درست. درست شد؟ و متاسفانه چقدر آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون، چقدر از آدم انرژی میگیره، انگار که رسما آدم از نظر روانی بیکار و بیفایده میشه دیگه، چون همش داره تو ذهنش با خودش میجنگه که حالا باید چیکار کنم این خصومت رو. این انرژی روانی بالایی از آدم میگیره. خب ببینید، میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که مهمترین بخش انرژی روانی روزمره ما صرف نیاز به قدرت میشه. یعنی این که چجوری تحصیلم رو پیش ببرم، کارم رو پیش ببرم، حتی چجوری لباس بپوشم بیام بیرون که خوب دیده بشم. درست. چه ماشینی بخرم، چشماندازم چی باشه، با چه کسانی مراوده بکنم که اعتبارم خدشه دار نشه. شما اگه شئون مختلف نیاز به قدرت رو نگاه بکنید، بیشترین انرژی روانی ما صرف نیاز به قدرتمون میشه. درست. حالا فرض کنید این نیاز به قدرت رو من آوردم توی پرخاشگری هم، توی جنگ قدرت هم، توی انتقام گیریم، توی خصومت هم، خب معلومه تخلیه میشم به لحاظ روانی. درست. خلاقیت هم تضعیف میشه، اصلا تو حوزه های دیگه هم نمیتونم خوب پیشرفت کنم. و غیر از این، نه تنها به لحاظ روانی تخلیه میشیم که به لحاظ جسمانی آسیب پذیرتر میشیم. قطعا. و فیزیولوژیمون کم کم تحت تاثیر قرار میگیره. این آدم ها کسانی هستند که مستعد بیماری های روان تنی میشن. دقیقاً. پس اینجوری جنبندی بکنیم، هر قدر جنگ قدرتمون کشدار بشه، زود جمع جورش نکنیم، از قدرت به عشق برنگردیم، به سمت خصومت و انتقام گیری داریم پیش میریم. درسته. و نه تنها به طرف مقابل آسیب میزنیم، که در نهایت خودمون هم به لحاظ روانی و جسمانی آسیب میخوریم. آسیب خواهیم. دکتر توی چون میخوایم بریم مبحث مهمتری حرف بزنیم، در مورد عمل عاشقانه میخوایم حرف بزنیم، ولی توی دو سه جمله میشه گفت که آیا علامت ها یا نشانه های وجود داره به جز خشم و پرخاشگری که دعواهای رایج بین زن و شوهرها، آیا نشانه های دیگه هم وجود داره که من با همسرم میگار توی جنگ قدرت پنهانی قرار دارم؟ یکی از مهمترین نشانه های زوجینی که تو جنگ قدرتن اینه که دیگه با هم نمیخندن. شما خنده رو بینشون کم میبینید. ممکنه به هم بخندن، هم دیگه رو مسخره کنن، که اونا بخشی از پروژه جنگ قدرته. درسته. ولی با هم کمتر میخندن، با هم تفریح نمیکنن. درسته. درست شد؟
یکی دیگه از نشانه هاشون اینه که روابط زن و شوهرشون آسیب میبینه. درست. یکی دیگر از نشانه هاشون اینه که به سمت فضای مجازی امروزه بیشتر گرایش پیدا میکنه. درست. یعنی شما نگاه میکنید که زن شوهر هر کدوم یه گوشه خونه نشستن و تو فضای مجازی دارن میچرخن، فیلم تماشا میکنن یا هر کار دیگه‌ای که دارن میکنن. اینها رایج‌ترین نشانه هاییست که شاید در واقع منظورم این بود که جنگ قدرت نمودش رو اینطوری نشون میده که مثلا من میخوام حرف حرف خودم باشه، همسرم میخواد حرف حرف خودش باشه، این شکلی خودشو نشون میده. اینا آشکاراست دیگه. چون شما میگفتید تلویحیاش بله. مثلا پنهاناش کدومه، من این دارشه آشکارا همینه دیگه. جنگ قدرت ببینید از چشقر رفتن به هم دیگه هست. درسته. تا اینکه داد میزنیم سر هم. درسته. اصرار میکنی باید حرف من رو بپذیره، اگر نپذیره قهر میکنم، کنایه میزنم، داد میزنم، غر میزنم، انتقاد میکنم، فحاشی میکنم و غیره. اینها جنگ قدرت آشکاره. اما یه موقع هم هست فضای جنگ قدرته ولی داد و فریادی نیست، اما این نشانه هایی که من میگم رو میبینید. درسته، متوجه شد. فاصله گیری عاطفی هست. درسته. ببینید این رو یونگ، یکی از روانشناسان مطرح حوزه روانشناسی، کارل گوستاو یونگ میگفت، که میگفت قدرت و عشق سایه یکدیگرند. درسته. هر جا قدرت باشه عشق نیست، هر جا عشق باشه قدرت نیست. درسته. پس مهمترین چیزی که تو این فضا میبینید نبود عشقه. درسته. نبود عمل عاشقانه است. درسته. وقتی که جنگ قدرت حاکم شده و فضا داره خصومت آمیز میشه. درسته. خب آقای دکتر بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم و بعد در مورد اینکه چطور خاتمه بدیم جنگ‌های قدرت رو البته به صورت سریع صحبت کنیم. میریم و برمیگردیم. خیلی خوش اومدیم به بخش سوم برنامه. آقای دکتر تو این بخش می‌خوام در مورد این حرف بزنیم که حالا وارد یه جنگ قدرتی ما شدیم، یعنی افتادیم تو این دامه که نباید می‌افتادیم. چیکار کنیم که اوضاع خرابتر از اون چیزی که هست نشه و سریعتر بتونیم تمومش کنیم و رفع و رجوعش کنیم؟ خب ببینید، همونجور که بهتون گفتم جنگ قدرت کار رو میکشونه به خصومت. خب و ما سریعتر باید جلوی تبدیل جنگ قدرت به نگرش خصومت آمیز رو بگیریم. درست. درست شد. ببینید وقتی ما با کسی دچار جنگ قدرت میشیم، حتی وقتی جنگ خاتمه پیدا میکنه، یعنی دیگه داد و بیداد نمیکنیم سر هم دیگه، مثلا من رفتم نشستم جلوی تلویزیون، همسرم هم رفته توی اتاق یا تو آشپزخونه داره کاراشو میکنه، اینجا فکرمون شروع میکنه دوباره این فرایند تجزیه تحلیل اتفاقات رخ داده رو هی ادامه میده. درست. یعنی اصطلاحا دیدید دیگه، ما وقتی با یه نفر داد و بیداد میکنیم، داد و بیداده که تموم میشه، ما دیگه ولکن نیستیم. درست. توی ذهنمون طرف رو میزنیم، هر بلایی میخوایم سرش میاریم، به حرفایی فکر میکنیم که باید میزدیم و نزدیم. یعنی عملا به قول ما چرخ فکرمون داره میچرخه. همون نشخار فکریه دیگه. آره، کلی نشخار میکنیم، این قضیه رو هی از وجوه مختلف نگاهش میکنیم. درست. خب بله. و این چرخ فکر وقتی میچرخه، خب ظاهرا من نشستم چیزی هم نمیگم، ولی کم کم وقتی این چرخ فکر میچرخه داره زمینه ایجاد نگرش خصومت آمیز رو فراهم میکنه. درست. خب پس اگه بخوام راهکار بدم، میگم باید یه جوری جلوی چرخش این چرخ فکر رو بگیریم. یه راهش اینه که ما مستقیم جلوی چرخش چرخ فکر رو بگیریم، یعنی تصمیم بگیریم دیگه به اون فکرهای خصومت آمیز فکر نکنیم. که این یه راهکار در واقع شناختیه. یه راهکار شناختیه. فرق ما واقعیت درمانگرا با شناختیون اینه که ما برخلاف شناختیون با فکر چالش نمی کنیم. شناخت درمانگرها میان با فکر چالش میکنن تا فکر رو تغییر بدن، چون وقتی فکر تغییر کنه عمل هم به موازات اون تغییر میکنه. درست شد؟ بله. ما تو واقعیت درمانی یه قاعده میانبر داریم. اون قاعدمون چیه؟ میگیم تغییر عمل موجب تغییر فکر و تغییر احساس میشه. قطعا همینطوره. خب بله. واسه همون ما توصیه‌ای که میکنیم به زوجین اینه
میگیم هر وقت جنگ قدرت را افتاد، داد زدید، دعوا کردید، حرف بدی به هم زدید که بهتر بود نمی زدید، حالا زدید. درست؟ تو اولین فرصت یه عمل عاشقانه انجام بدید. ببینید، نمیگم یک رفتار عاشقانه، یک عمل عاشقانه. فرقش چیه؟ رفتار یک عملی است که ما قبلش فکر کردیم، به نتیجه رسیدیم، استدلال داشتیم، نسبت به اون یه احساسی هم پیدا کردیم، بعد میریم یه رفتاری میکنیم. درست شد؟ بله. امشب من و شما که اینجا نشستیم یک رفتاری داریم میکنیم، در موردش فکر کردیم، برنامه ریختیم، درست شد؟ بعد اومدیم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. درست. فرق عمل چیه؟ ببینید، ما وقتی صحبت از عمل عاشقانه میکنیم، اصطلاحاً به زوجین میگیم وقتی دعوا کردید، هر کی اومد سراغ کار خودش، تو اولین فرصت مجال به فکرهای خصومت‌آمیزت نده و بلند شو برو یه عملی انجام بده که اگه عاشق همسرت بودی همون کارو میکردی. عمل عاشقانه به عبارتی تغییر سریع عمل است قبل از اینکه فکرهای خصومت‌آمیز فرصت پیدا کنند ما رو بکشونن تو جاده خاکی. درست. من وقتی با همسرم دعوا میکنم، جر و بحث میکنم، میام میشینم پای تلویزیون میشینم، یا مثلا میرم پای تلفن همراه هم میشینم، اینجا چرخ فکره داره شروع میکنه. عملم رو خاتمه دادم، ولی چرخ فکره مجال پیدا کرده که من در مورد خودش، خانوادهش، تربیتش، سابقهش، کارهای بدی که کرده، حرفایی که زده، دارم چیکار میکنم؟ فکر میکنم و تجزیه و تحلیل میکنم. آبار که این خصومت ایجاد میکنه. اما اینجا ما به زوجه میگیم هر وقت دعواتون شد، تو اولین فرصت یک دفعه برید مثلا همسرتون رو ببوسید. یه دفعه برید جلو بگید ببخشید، قبل از اینکه این فکر بیاد بالا. منتها ما نمیریم بگیم ببخشید. میدونید چرا؟ چون قبل از اینکه اصلا برم ببخشید فکر کنم، بخوام بگم این فکر میاد بالا، برای چی ببخشم؟ من تقصیر من بود، خودش شروع کرد. الان اگر بگم ببخشید، این روش زیاد میشه، دفعه بعد کار سخت‌تر. برای چی؟ ولش کن. و این فکرها جلوی عمل عاشقانه رو میگیره. اصطلاحاً عمل عاشقانه یعنی عمل محبت‌آمیزی که تقدم پیدا کند بر افکار خصومت‌آمیز. بسیار هم اثرگذاره. منتها زوجین باید حواسشون به یه چیزی باشه. اگر یک طرف اومد یه عمل عاشقانه کرد، طرف مقابل سریع باید بهش جواب بده. مثلا اینجوری نباشه که مثلا چه میدونم همسر من تو آشپزخونه است، من باهاش دعوا کردم، یه دفعه برم کنارش مثلا بگم ببخشید، اون بنده ها ببخشید چیه، پشیمون شدی، برو دنبال کارت، این دوباره جنگ قدرت رو شروع میکنه. اگه اون گفت ببخشید، تو هم قبل از اینکه هر فکری بکنی بگو شما ببخشید، منم مقصر بودم. و جالبه این عمل عاشقانه چنان این ماشین شما رو بر میگردونه تو جاده عشق و محبت که باورتون نمیشه. ولی اگر نگاه کنید، ما تو رابطه با همسرمون، رابطه با همکارامون، خیلی رو افکار خصومت آمیز زوم میکنیم، متمرکز میشیم رو اون افکار محبت آمیزمون. خب دیدین افکار خصومت آمیزمون. دیدین آقای دکتر، ما شناخت درمانگران بالاخره. نه حتماً. نه حتماً حق داریم. اینجایی که من میگم تو نحوه مداخلش فقط فرق داره. درست. خب عمل عاشقانه اینو میگه. میگه ببین یه سری افکار الان داره تو ذهنت میگذره. این افکار رو مثل زیرنویس شبکه خبر هست، اون زیر میاد و میره. بهشون اهمیت نده. اهمیت نده. میان و میرن. تو سری برو یک عمل عاشقانه انجام بده. و نکته مهم اینجاست، عمل عاشقانه رو انجام بدید نه به خاطر همسرتون، به خاطر زندگی مشترک، خاطر رابطتون. احسن. ببینید اگر من عمل عاشقانه رو بخوام انجام بدم به خاطر همسرم، معمولا میرم تو حساب و کتاب، میرم تو دو تا چهار تا. پس چرا من دفعه پیش عذرخواهی کردم، اون این دفعه عذرخواهی نکرد؟ نه، الان 2-1 اون میفته جلو. بله. دقت کنید، باز کم کم بوی قدرت میاد. بله. اما اگر من بدونم عمل عاشقانه رو دارم انجام میدم برای زندگی مشترکم، چرا؟ چون من لایق آرامشم،
من باید تو این زندگی مشترک راحت زندگی کنم. اگر زندگی مشترکم کم تنش باشه تو کارم پیشرفت میکنم، خلاقیتم بیشتر میشه، حتی درآمدم بهتر خواهد شد. پس منتی سر همسرم نیست. من اگر یه عمل عاشقانه میکنم برای زندگی مشترکمه، چون خودم آرامترم، همسرم آرامتره، بچه هم تو فضای آرامتری رشد میکنن، کارم بیشتر رشد میکنه، تو حوزه اجتماعی بهتر میتونم عمل کرد داشته باشم. پس عمل عاشقانه رو اینجوری انجام بدید. وقتی جنگ کردید، وقتی دعوا کردید، وقتی داد و بیداد کردید، تا نشستید، تو اولین فرصتی که یاد زندگی مشترک افتادید تو طولانی مدت، خب الان من با این آدمی که جنگ کردم مگه فردا میخوام ولش کنم؟ مگه من با این آدم 40 سال نمیخوام زندگی کنم؟ 20 سال دیگه نمیخوام زندگی کنم؟ مگه پیریمون قرار نیست با هم دیگه بگذرونیم؟ دوست. کی قراره جز این آدم به من برسه وقتی که من دیگه ناتوانم؟ اینا اون ارزش زندگی مشترکه. بله. وقتی اینا بیاد توی ذهن من، باید بلا فاصله بلند شم یه رفتار، یه عملی رو انجام، یک عمل عاشقانه بکنم، قبل از اینکه محاسبات مبتنی بر قدرت بخواد فکر من رو منحرف بکنه و بخواد رفتارهای من رو شکل بده. چون وقتی من عمل عاشقانه نمی کنم، فاصله می گیرم، سکوت می کنم، دیوار می شم و اون فکرها رو هی گسترشش می دم. اصطلاحاً از یه سکانس سریال می سازم. خب چی میشه؟ یه شب با هم حرف نمی زنیم، فردا صبح هم سرسنگین می شیم، جواب سلام هم دیگر هم نمی دیم، موضوع 2 روز، 3 روز، 4 روز همینجوری ادامه پیدا می کنه و عملاً ما داریم فضای خصومت‌آمیز ایجاد می کنیم. عمل عاشقانه یعنی فضای خصومت آمیز رو بشکنید، چون به نفع خودتونه، برای سلامت خودتون خوبه. درسته، روشنه؟ بله. یعنی فکر کنم که اول باید بدونیم که این عمل عاشقانه به دردمون میخوره، برامون مفیده، کارآمده تو زندگیمون، و بعد سعی کنیم که انجامش بدیم. یعنی از خودمون بپرسیم که الان من همون آدمی هم که 4 سال پیش عاشق این آدمه بودم، و 4 سال پیش اگه بود چی کار میکردم؟ میخواستم این رابطه رو درستش کنم. اگه میخواستم یه کار عاشقانه بکنم 4 سال پیش چی کار میکردم؟ و باید برم همون کار رو انجام بدم. دقیقا، آره. چون معمولا ما قبل از ازدواج، وقتی تو دوران آشنایی هستیم، تو دوران نامزدی هستیم، خیلی هنوز چیز نشده دیگه، اسممون تو شناسنامه هم نرفته، معمولا زود کوتا میایم، عذرخواهی میکنیم، گل میفرستیم دم در خونهشون، اصلا شب میریم زیر پنجره طرف میشینیم تا بیاد ببینیمش و عذرخواهی بکنیم و از این کارهای رمانتیک. ولی وقتی که خیالمون انگار راحت میشه که دیگه این طرف جایی نمیره، مال من شده انگار، بدرفتاریامون شروع میشه. غافل از اینکه اون ممکنه جسمش پیش من باشه، اسمش توی شناسنامه من باشه، اما میتونه ذهنش دیگه با من نباشه. آقای دکتر، یه چیز دیگه هم هست، شاید این سوء تفاهمه به خاطر این وجود داره که خیلی از ماها پدر مادرهامون با اینکه اختلافاتی داشتن، ولی تا آخر عمر با هم زندگی کردن، و پدر بزرگ مادر بزرگ هامون هم که قطعاً و 100% تا آخر عمر با هم زندگی کردن، و ما فکر میکنیم که الان و در این عصر جدید هم حتماً این زندگی میمونه، هر کاری هم بکنم میمونه، در حالی که واقعیت اینه که دیگه الان نمیمونه. یعنی الان خیلی زودتر زندگی ها به طلاق میرسه و ما فکر میکنیم نمیرسه، و یهو یه جایی خودمونو یه روز یه جایی میبینیم، میبینیم که دارم طلاق میگیرم. میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه باز ما ماهیت رابطه رو نشناختیم و نمیدونیم الان تو چه عصر و دوره‌ای داریم رابطه برقرار میکنیم. ببینید، رابطه مخصوصا تو روابط عاطفی، رابطه مثل یه تنگ بلورین بزرگه. خب شما هر رفتار کنترلگرانه‌ای که با همسرتون انجام میدید، سرزنش میکنید، غر میزنید، انتقاد میکنید، داد میزنید، قهر میکنید، مثل اینه که یه سنگریزه رو پرت میکنید میخوره به این تنگ بلوری، میخوره میفته، یک صدای کوچیکی میده میفته، دوباره یه سنگریزه دیگه میخوره میفته، سنگریزه ها میخوره و میفته، این تنگه هنوز سر پاست، اما در سطح مولکولی
داره تغییراتی اتفاق میفته، ترک های خیلی ریزی، آره نانومتری داره توش تقریبا شکل میگیره. شما سالها با خیال راحت همینجوری داری سنگریزه میزنی به این تنگ بلورین رابطت و خیالت هم راحت سر جاشه دیگه، کجا میخواد بره؟ وقت فکر میکنم خیلی ها این تجربه رو یا حداقل شنیدن، دیدن یا خودشون این تجربه رو داشتن. یه روزی که یکی از این سنگریزه ها رو پرت کردید، فرو میدید، یه دفعه میبینید این تنگ فرو ریخت و اینجاست که وقتی میان پیش ما میگن والا من نمیدونم چی کار کردم، یه دفعه گذاشته رفته. یه روز یه آقای اومد پیش من گریه میکرد، گفت رفتم خونه کلیدو انداختم دیدم درو باز نمیکنه، رفته خونه از سر کار، رفته بود خونه کلید انداخته بود دیده و باز نمیکنه، زنگ زده بود همسرش اومده بود گفته بود که بفرمایید، گفته بود که بفرمایید چی میخوام بیام تو، گفته بود اینجا شما دیگه حقی ندارید، امروز من درخواست طلاق رو دادم، احضاریه به دست شما میرسه. کلید خونه، قفل خونه رو عوض کرده بود. و این مرد جلوی من نشسته بود و گریه میکرد، میگفت من نمیدونم چی شد، نه به من گفت، نه اصلا بحثی پیش اومد. گفتم تا الان چه اتفاقی افتاد؟ معلوم شد کلی از این سنگریزه ها میزده، اون سعی میکرده سازگار کنه، انعطاف پذیر باشه، هی فیدبکی میداده، بازخوردی میداده، که این هم همینجوری سنگریزه شو پرت میکرد. یه روز اومده دیده کلن از دنیای مطلوب اون آدم پرت شده بیرون، که هیچ، از خونه هم پرت شده بیرون. دقت میکنید؟ پس اگر ماهیت رابطه رو بشناسیم اینقدر با خیال راحت سنگریزه پرت نمی کنیم. درسته این سنگریزهی که زدی نشکند اون تنگ بلورین رو، اما ترک خورد. بله. و سنگریزه ها اگر همینطوری ادامه پیدا بکنه، یه دفعه می دید اون روزی که انرژیمون کمه، از میانه زندگیمون رد شده شاید. بله. راه واسه جبران نداریم. درست. نیاز به همدم و پشتیبان داریم، داریم میریم به سمتی که جمع‌بندی کنیم تازه زندگیمون رو، یه دفعه میبینیم تنگه شکست. به قول قدیمه به سمت سرازیری داریم میریم. آره واقعا هم اینجوریست دیگه، که میدونید ما تو کهنسالی اگه میخواییم از زندگیمون راضی باشیم باید بریم به سمت اینکه خرد کسب کنیم، و خرد زمانی به دست میاد که ما از جوانی صمیمیت رو تجربه کرده باشیم. این خیلی نکته مهمیه. کسانی که از دوره جوانی صمیمیت رو نتونن تجربه بکنن، تو بزرگسال، تو کهنسالی به خردمندی نمیرسن. آدم‌های خردمند میشن توی کهنسالی که روابطشون با عزیزانشون خوب بوده باشه. درسته. پس به خاطر همه اینها هم که شده با عمل عاشقانه جنگ قدرت رو زود تمومش بکنید و با افکار خصومت آمیز رسماً نگرش خصومت آمیز برای خودتون ایجاد نکنید. این توصیه است که ما داریم. میدونین من در واقع میخواستم این نکته رو بگم که ما خیلی نمیدونم چرا این اتفاق میفته، خیلی مقایسه میکنیم زندگی خودمون رو با زندگی پدر مادرامون و هی میگیم که خب پس اونا چرا جدا نشدن، پس اونا چرا براشون مشکل پیش نیومد، و زیاد به این موضوع دقت نمی کنیم که خیلی از اونا اگر توی امروز زندگی می کردن هم جدا می شدن. یعنی آره. در واقع شاید به خاطر بحثای فرهنگی، به خاطر عرف، به خاطر آبرو و چیزایی که اون موقع خیلی مهم بوده، توی یک اجباری اونها مونده بودن، ولی الان اون اجباره دیگه رفع شده. یعنی خیلی جوانها دیگه براشون این چیزا دیگه مهم نیست. حالا نمیگم لزومم شاید یه فاکتور منفی نباشه، شاید هم یعنی میگن که خب میخوایم ما دیگه وقتی با این آدم مشکل داریم دیگه به خصومت و انتقام و جنگ کشیده، خب بیاین بیرون. آره میدونید چرا؟ من کوتاه اگر بخوام بگم، چون پارادایم های فکریمون عوض شده. پارادایم اگر بخوایم ترجمهش کنیم باید بگیم روح کلی حاکم بر زمان اصطلاحاً. اینو خیلی ها بهش توجه نمی کنن. من در مورد والدین هم که میشه اینو خیلی میشنوم. مثلا والدین میگن آقا پدر مادر ما رو میزدن، ما الان اینجوری شدیم، آقا باز چی نباید بچه ها رو بزنیم؟ همش تو مقایسه کردن الان با گذشته هست. ولی یه چیزی رو در نظر نمیگیرن. پارادایم فکری، روح کلی حاکم بر زمان تو فکر و نگرش گذشتگان با ما فرق داشته. خیلی کوتاه بگم، فرصت نیست خیلی توضیح بدم. پا
پارادایم فکری گذشتگان مبتنی بر دو رکن بود، یادتون نره، وظیفه و اطاعت. بله بله. زن خوب چه زنی بود؟ زنی که وظیفش رو بدون اطاعت کنه. بچه خوب چه بچه‌ای بود؟ وظیفش رو بدون اطاعت کنه. هر کسی رو که اطاعت نمی‌کرد چیکار می‌کردن؟ تنبیه می‌کرد. باریکالله. پس تنبیه بسیار ممدوح بود، پسندیده بود. شما مثلا اگر تو مدرسه مثلا ما شلوغ می‌کردیم، ما رو می‌زدن، فرض بفرمایید پدر منم که میومد میگفت چیکار کردی؟ دو تا مون می‌زد. حتما یه کاری کردی که مستحق کتک خوردنی. خوب کاری کردی زدیش. اصلا آقا دست درد نکنه، اینو بزن تا تربیت بشه. امروز پارادایم فکری عوض شده و ما امروز تو شرایطی داریم ازدواج میکنیم و بچه دار میشیم و با نوجوانامون سر کله میزنیم که به جای وظیفه و اطاعت، پارادایم فکری امروز دوتا رکن داره: حق و سوال. امروز کسی دنبال وظیفش نیست. حقم چیه؟ آره، بچه 15 ساله اومده میگه بابا حق منو بده. بعد بابا همینجوری مونده میگه به خدا من تا 50 سالگی جرئت نمیکردم به بابام همچین حرفی بزنم. اصلا نمیتونستم حق و حقوقی دارم. آباریکالله. و امروز ما مواجهیم با سوال. امروز خیلی از پدر مادرها واقعا نمیدونن به سوالات بچه‌شون چه جوری جواب بدن. میدونید چرا؟ چون خودشون بدون سوال اومدن تا اینجا رسیدن. فقط میدونستن باید اطاعت کنن. ولی مثلا امروز به بچهش میگه درس بخون، بچه یه فکری میکنه میگه برای چی باید درس بخونم؟ دقیقاً. بعد مادر پدرم اینجوری در دیوار رو نگاه میکنن، چون جواب نه بخون دیگه مامان، چون هر چی بگی بچه جواب داره، میگه درس بخون مثلا کار پیدا کنی. بچه اصلا یه نیشخندی میزنه، چیزی نمیگه. آیدو تو اتاق درمان روبروی من یه نوجوانایی میان میشینن میگن من برای چی باید درس بخونم؟ شما همینه. که درس خوندی به کجا رسیدی؟ مستقیم به من میگن و من همتی نگاهشون میکنم. و این امروز معضل بزرگ والدین و معلماست. پس یادمون باشه اگر من با همسرم امروز دارم تعامل میکنم، من تو پارادایم حق و سوال دارم تعامل میکنم. همسر من به حقوقش آشناست، قانون ازش دفاع میکنه. خب امروز حتی تو مجلس هم تصویب کردن که آقا زن و مرد حقوق برابر دارن. یه زمانی اگر میگفتم مرد دو برابره زن، امروز میگن نه عزیز من، مرد برابر با زن. ولی پدر بزرگ من تو پارادایمی با مادر بزرگم تعامل میکرد که حتی اگه ناسزایی هم به مادر بزرگ من میگفت یا دادی هم سرش میزد، تهش مادر بزرگم وقتی میرفت فکر میکرد میگفت حقم بود. اب نداره شوهرم بود. حالا ولش کن دیگه، همه همینه. تازه خوب شوهر من کتک نمیزنه، شوهر مثلا زری خانم کتکش هم میزنه. یعنی خدا رو شکر میکرد که کتک نمیخوره. چرا؟ چون روح کلی حاکم بر زمان این بود. پس آدم ها اعتراض هم نمیکردن و اینها رو طبیعی میدونستن. درسته. امروز شما به عنوان یه معلم یه دانش آموز رو تنبیه کنید، فردا صبح اداره آموزش پرورش شما رو میخواد. اصلا چه حقی داشتی تنبیه کنی؟ در صورتی که من خودم تو دوره راهنمایی، چون دانش آموز شلوغی هم بودم، خدا رحمت کنه یه ناظمی داشتیم با این چوبای گرد ما رو به راه راست هدایت میکرد. من یه بار تو راه روی بالا پایین میپریدم، یه دفعه دیدم ارتفاعم زیاد شد، متوجه شدم از پشت با چوب چنام به من زده، تا یک هفته من لنگ لنگام میرفتم مدرسه. ولی میگفتم خب طبیعیه دیگه، بالاخره همه حالا خود تو سرم نزد، سر ناجوره، مثلا پا بهتره. سری هم تحلیلش میکردیم که خب پس های دکتر ما یه جنبندی بکنیم. عمل عاشقانه کنید تا جنگ قدرت هاتون رو به خصومت نره، نه به خاطر همسرتون، به خاطر خودتون، بچه هاتون، سلامتیتون، آیندهتون. همین. خیلی ممنون. زنده باشید. لطف کردیم. قربون من شما. خیلی یاد گرفتم. بزرگواری شماست. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که تا این ساعت شب ما رو همراهی کردین و به حرفای ما گوش دادین. مراقب خودتون باشین. شبتون بخیر و خوب بخوابید.